آشپزی با نارگل خوش اومدید. بنا به درخواست بعضی از دوستان، برنامه امروز ما طرز تهیه گلوکوز هستش. گلوکوز ماده شیرین و غلیظه که به فرم مایع هستش. از این مایع در تولید مواد غذایی و تجاری همچون شیرین کننده ها، قوام دهنده ها و مواد نگهدارنده رطوبت استفاده میکنن. همچنین در شهد زولوبیا بامیه، گوشفیل و گز، پاستیل و بعضی از مرباها مثل مربای گل محمدی از گلوکوز استفاده میکنه. مواد مورد نیاز: شکر 2 پیمانه که منظور از پیمانه همون لیوانهای دستدار فرانسوی هستش. آب 1 پیمانه، جوهر لیمو 1 قاشق چایخوری که به جای اون میتونید از آب لیموی تازه یا سرکه سفید استفاده بکنید که اگر از آب لیمو یا سرکه استفاده کردین 1 قاشق غذاخوری. ظرفی رو روی حرارت ملایم رو به پایین قرار میدیم و شکر رو بهش اضافه میکنیم و بعد از اون آب. اینا رو خوب با هم دیگه مخلوط میکنیم، هم میزنیم تا زمانی که شکر کامل داخل آب حل بشه. بعد از اینکه شکر کامل حل شد و شروع کرد به ریز جوش زدن، دیگه هم نمیزنیم. به همین شکل با شعله خیلی کم شروع میکنه به جوشیدن. اگر اطراف ظرف شکری وجود داشته باشه موجب میشه که شکرک بزنه، بنابراین با 1 فرچه آغشته به آب لیمو اطراف ظرف رو تمیز میکنیم، اصلا هم نمیزنیم. به جوهر لیمو 1 قاشق غذاخوری آب سرد اضافه میکنیم، خوب با هم دیگه مخلوط میکنیم. بدون اینکه هم بزنیم اضافه میکنیم به ظرف. اصلا هم نمیزنیم، چون اگر هم بزنیم شکرک میزنه. بعد از اینکه شروع کرد به جوشای سنگین زدن، یه مقداری از اون رو بر میداریم، داخل یخ یا آب سرد میریزیم. اگر تونستیم اون گلوله‌ای که ایجاد میشه با دست جمع کنیم، مشخصه که آماده است، ولی ببینید نشد جمعش کنیم. بنابراین هر 3 دقیقه 1 بار باید امتحان بکنیم، چون اگه خیلی هم بمونه سفت میشه و شکرک میزنه. دوباره امتحان میکنیم، آب سرد یا یخ، مقدار کمی داخل آب سرد میریزیم، ببینم که با نوک انگشت من میتونم جمعش کنم یا نه. به صورت گلوله در اومد، الان دیگه آماده شده به این شکل. حرارت رو خاموش میکنیم، چون بیش از این بمونه سفت میشه و شکرک میزنه. گلوکوز آماده شد، صبر میکنیم. بعد از اینکه سرد شد داخل یه شیشه دربسته قرار میدیم و میذاریم توی کابینت یا یخچال. هر وقت هم دیدیم که سفت شده و استفاده از اون یه مقدار مشکله، روی بخار کتری قرار میدیم. امیدوارم این آموزش مورد استفاده دوستان قرار بگیره. خوشحال میشیم ما رو لایک کنید.